درود و وقتتان بخیر دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. خوش آمدین به ویدیوی جدید ما. عزیزا، در این ویدیو میخوایم یک پروژه جدید براتون کار کنم. طوری که در روی سکرین میبینین، میخوایم براتون یک استند رول اپ دیزاین کنم. خب از بسیار وقت دوستا از ما خواهش میکردن که استند رول اپ براشون دیزاین کنم. البته کدام چیز بسیار زیاد متفاوت نداره، ولی امو سایزینگش هست که باید دقیق متوجه از او باشین. خب زیادتر صحبت نمی کنیم، میریم به سافتویر ایلستراتور و در این سافتویر ما میخوایم که یک داکیومنت جدید کریت کنم. میرم به بخش کریت نیو، ویندوز بر ما باز شد و ما از این قسمت چیزی را انتخاب نمی کنم، چون استند رول اپ یک سایز کاستوم باید براش وارد کنیم، چیزی که ریدی مید دیجا است، قدر زیاد به دردمون نمیخوره. خب میریم در این قسمت مور سیتینگ دیجا، من میخوایم که وارد کنم یک نام برای داکیومنت. اول من میگم استند رول اپ و پروفایل ما کاستوم باشه. نمبر اف آرت بوردز، فعلا یک آرت بورد کار داریم. البته ما 4 دانه استند رول اپ میتونستم براتون دیزاین کنم که ما داشتیم در کابل کایت، ولی چون وقت ضایع نشه فقط یکیش قرار است براتون دیزاین کنم. خب پایین تر میاریم در مورد سایز. خب سایز خود ما وارد میکنیم چون یک کاستوم سایز است، ولی قبل از اینکه سایز وارد کنیم اول باید که واحد اندازه گیری ما را از پوینت به اینچ تبدیل کنیم. پس ما میریم در اینجا از پوینت میریم تبدیل میکنم به اینچ. خب وقتی به اینچ تبدیل کردیم، شما میبینین که فعلا طول و عرض و ارتفاع ما فعلا اینجا وارد شده. من ایره سلکت میکنم و نوشته میکنم 33 اینچ عرض ما باشه و 78 اینچ ارتفاع ما. یکی از سایزهای بسیار عام استند رول اپ است و یک سایز دیگهش مثلا از 45 در 78، یکی دیگه شخص مثلا 53 در 78، که نظر به ضرورتتان، نظر به خواست مشتری میتونین که اینا رو دیزاین کنین. خب من فعلا 33 در 78 انتخاب کردم و خب بلید من برش کنم بلید نمیخوایم بدم. و در مورد کالر مود فعلا CMYK است. من ایره RGB میگیرم. خب میتونم CMYK هم استفاده کنم، فرق نمی کنم، ولی در وقت پرنت دوستای ما حتما ایره به پرنت آماده میسازن. من RGB رو میگیرم چون شاید من ایره بخوایم مثلا در سکرین استفاده کنم. خب کل چیز شد، میگم create document. بله document ما create شد. حال من میخوایم امو فایلی که در اون لوگو و بکگراند ما سونا رو وارد کنم. بله طوری که میبینین این فایل هم واس کردم، در این فایل ما لوگو و بکگراند ما هست که ضرورت داریم. خب اول چیکار میکنیم؟ اول میایم و لاکار کلش رو برمیداریم. من میخوایم که این لوگوی کابل کایت بگیرم، کنترل سی. بله و بکگراند سفید میخوایم این دفعه بگیرم، بکگراند سفید هم اینجا باشه. خب اینا رو اینجا گذاشتیم، یک مقدار کلانتر میکنیم چون که خب دیده شوه. میریم و کار ما رو شروع میکنیم. خب اول عزیزا ما بر از یک بکگراند میخواییم بگذاریم و بعد از او یک حاشیه و بعد روی از او دیزاین رو شروع میکنیم. پس اول میریم و کار خود از صفر آغاز میکنیم. من میریم یک رکتنگل اینجا دیزاین میکنم. فکس اندازه آرت بورد ما باشه. بله کاملا فکس است فعلا سایز ازی. خب امیر من انتخاب میکنم. ببینین اول یک لیر نو در اینجا کریت میکنم و در اینجا میگذارم استند رول اپ. خب اینال چیزی که دارم و آماده استفاده است اونها رو در اینجا میبرم. اول امی بکگراند بردم. خب امی بکگراند ما رو یک کپی هم ازش میخوایم بگیرم، دو دانه شد درست است. فعلا این که در بالا است ایره ترن آف میکنم، این که در پایین است ایره انتخاب میکنم و میرم در این قسمت میخوایم ایره draw inside انتخاب کنم که بتونیم در داخل از این ما یک چیز رو رسم کنیم، به خاطر از اینکه میخوایم این بکگراند در این مثل ماسک استفاده کنم. پس من یک چیز رو میتونم کریت میکنم اینجا، مثل یک باکس که فقط بتونم این حالت بیارم و حال ام بکگراند داخل از این مربع میبریم. پس من چی میکنم؟ میرم در بکگراند مکمل انتخاب میکنم، ایده گروپ هست این انتخاب میکنم میارمش در داخل از این و یه چیزی هم که جور کردیم ایده هم دلیت میکنیم. پس من امیر انتخاب میکنم، میرم در این قسمت هست ایده ایجا آمد. حال من ایده کش میکنم که مقدار کلانترش کنم.
ببینن کش نمیخوایم کنمش هیچ وقت، مثلا اگه یه تو باشه میره بیارم به این رقم فیل کنم، بخاطر که همون حالت اصلی از بین میره، پس میره فقط کلان میکنم. ببینید به این شکل و مشکل نیست، طرف چیزی که بیرون مانده به مو خاطر میره ماسک کردیم، چیزی که بیرون مانده بیرون مانده دیگه برو ما کار نداریم. و وقت که خلاص شد ما لاک میکنم. بله مکمل همی بگراند لاک کردیم. خب این بود بگراند ما. حالا ما یک رکتنگل دیگه هم اینجا گرفته بودیم، اگر متوجه باشین یادتان بوده باشه، ایره هم داریم ما. خب ایره چی میکنیم؟ حالا هم از استفاده میکنیم. ببینین ایره میخوایم به شکل یک استروک از استفاده کنم، پس ما فل از ایره دور میکنم، یک استروک بر از این میخواییم بتونم. استروک کدام رنگ باشه؟ یکی از رنگایی که ما در لوگو داریم و رنگایی که پیرن در لوگو داریم در اینجا نیست، پس من تمام از این انتخاب میکنم، میرم در قسمت سواچ و همی فولدر رو کلیک میکنم و تمام رنگ ها رو باعث گلوبال کالرز در اینجا اضافه کردم. خب باز میرم امو رکتنگل انتخاب میکنم، استروک نداده بودیم برش، میرم و یک استروک از اینجا مثلا من این استروک انتخاب میکنم و مقدار استروک چقدر باشه، مثلا 10 پوینت کم است چون این فایل ما بسیار کلان است، 100 پوینت به او اندازه شد و ایره مکمل کنشم میگم در داخل باشه، به خاطر از اینکه 33 انچ در 78 انچ کلان است به او خاطر اینجا تو معلوم میشه. خب من 200 پوینت برش 200 بسیار زیاد شد، پس میره انتخاب میکنم میگیم 120. خب فکر میکنم که 120 خوب است، 120 مشکل نداره. بله خب حال او رو انجام دادیم. حال قسمت بکگراند ما خلاص نشده. ببینین عزیزا در این قسمت بکگراند ما نمیخوایم که یک سفید یک کمی باشه. خب خیر است، او رو باز ما کارش انجام میتونم. فعلا ما لوگو رو هم که جور کردیم او رو هم میاریم، میخوایم اینجا استفاده کنیم. فعلا لوگوی ما پایین است، میرم میارم در داخل لیر استن رول اپ ما، در بالای تمام چیز قرار میتونمش و حال باید یک مقدار سایزش خرد کنم. از این دو کافی میگیرم فقط به خاطر از اینکه سایزش بتونم خوب اندازه گیری کنم، من کافی دیگه ازش گرفتم. بله فکس هست اندازش. حال هر دوشان انتخاب میکنم و هر دوشان همزمان کلان میکنم فکس از یک طرف استن رول اپ تا دیگه طرفش. این حال وقت سایز به دستم آمد یکش دلیت میکنم و این دیگر رو میارم در مرکز قرار میتونم. بله یک مقدار میشه که از جای پایین تر باشه به این شکل. خب این شد فعلا بکگراند ما و تایتل ما. حال در قسمت مرکزی از این ما یک الستریشن میخوایم که دیزاین کنم. خب میخوایم که یک راکت را درا کنم که نشان دهنده از این باشه که مثلا کایت خود چیز خرد است که تا یک اندازه کم بالا میره، ولی ما میخوایم که به مشتری خود بگیم که مثلا ما میتونیم که مثل راکت بزنس شما را بوست کنیم، پس ما راکت را به این خاطر انتخاب کردم. خب من البته راکت منظورم از راکت نیست که مثلا یک جای را خراب میکنه، منظور از این راکت راکتی است که یک نفر را به فضا میبره، میرن فضا میبرن. خب راکت است. خب به هر صورت من میخوایم که شروع کنم. من پن تول از اینجا برداشتم یا گرفتم، میایم فکس در قسمت مرکز صفحه خواهد هر جا میتونیم شما شروع کنیم، ولی من هم تو یک انتخاب دارم. من حال یک چیز نقطه را گذاشتم یک مقدار به این شکل، اینجا یک شیپ به وجود میاریم و باز میایم در این قسمت باز فکس در اینجا و میاریمش فکس در این قسمت. خب شیپ را که فعلا جور کردیم آماده نیست، من باید روی یک مقدار دیگه هم دستکاری کنم میره. خب من پنتول خاموش میکنم، نزدیکتر میریم که جورش کنیم. خب دایرکت سلکشن تول میگیرم و حالا میتونم که هر کدوم از این پوینت ها را تا بالا کنم. اینم میبریم در این قسمت و خب این زیاد پایین آمده، اینم هم باید بالا ببرم تا این قسمت. خب این حال بعضی مشکلات هنوز داره، باید جور شوه. خب رو بالا بردیم، این فکس هم قد ازی باید شوه. بله فکر میکنم که مشکل نداره، فعلا درست است. من دوباره میرم، خب اینا رو انتخاب میکنم دوباره، برای ازم یک فیل میتم فعلا برش، مثلا یک فیل این رنگی. خب این شیپی هست که فعلا اون با وجود آوردیم. من ایره یک بردگاه میخوایم که تمام چیزاشو ببینم که درست باشه. بله اگر که من انتخاب کنم این دو دونه فعلا که با هم دیگه الاین نیست، هر دو پوینت ها را خب
باید آلاین کنیم، آلاین تو سلیکشن. بله دیگه کدام مشکل نداره زیاد. بخاطر ازی میخوایم که ببینم چک کنم، چون ما یه دوپلیکیت میکنیم مشکل نداشته باشه. خب ترانسفرم رفلکت پریویو او فعلا نمیشه وقتی که سگمنت انتخاب است یا پوینت انتخاب است. من دوباره از سر انتخاب میکنم، رایت کلیک میکنم، ترانسفرم رفلکت پریویو کپی. بله فکس این رقم شد. خب این حال ای قسمت با هم دیگه نرسیدن. حال اینجا رو با هم دیگه میچسبانیم، پروا نداره. اینم انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، هر دوی پوینت ها رو انتخاب میکنیم و اینا رو با هم دیگه میچسبانیم. خلاص. خب حالا هر دوی از این انتخاب است، من میرم دایرکت سلکشن تول انتخاب میکنم و میایم هر دوی از یاره یک میسازم. خب این یک قسمتی از راکت ما بود. حال ما میخوایم که این راکت ما قسمت پایینش آتش داره، مثلا قسمت هایش دیگه چیز هم داره، اونا رو هم دیزاین میکنیم. من یک رکتنگل ساده میگیرم، در این قسمت رسم میکنم، رنگش هم یک رنگ دیگه مثلا رنگ زرد. و اینه میخوایم که در قسمت پایین راکت ما ببرم، یک مقدار کلانش میکنیم و این حالا من بیرم دایرکت سلکشن تول میگیرم و هر کدام از اینا را در جایش قرار میدم. بله دیگه شو میاریم. خب این پوینت میاریم در این قسمت، این را میاریم تا اینجا. خب این در اینجا آمد و این آخریش هم بالا میاریم یک ذره. بله این را هم جور کردیم. خب یک طرفش شد و می رقم یک دونه دیگه مایل کپی میگیرم، میگم که ترانسفرم رفلکت و کپی. بله یکی دیگه از این میره در این قسمت. هر دوی از این رو من انتخاب میکنم، هر دویش کنترل جی میکنم که یک جای باشن و ما کل از اینا رو اینال الائن میکنم. بله فعلا 100% الائن شد. خب اینال یک مقدار فاصله بین از این قرار از بتیم، خیر از قرار انجام بتیم. من آتش که از این صورت میخوایم کریت کنم. خب میایم در قسمت دوباره، من پن تول از جا گرفتم. حال چی میکنیم از این قسمت؟ مثلا من شروع میکنم یک نقطه ایجا، یک نقطه ایجا و یک نقطه هم اینجا. دوباره فکس میایم پایین، یک نقطه ایجا و یک نقطه هم اینجا که باز اینا رو جورش میکنیم. دوباره میرم دایرکت سلکشن تول میگیرم، یک مقدار اینجا خرابی شده. بله یک شخال بس کدام بیارمش پایین. بله اینجا هم یک مقدار این طرف بیاریم. فکر میکنم که حالا خوبتر شد. خب من میخوایم که یک رفلکت کنم، میره میرم در ترانسفورم رفلکت و بعد یا کپی. بله خب اینا چه رقم میکنیم؟ در این قسمت پایین به همدیگه میرسانیم مثل قبلیش رسانده بودیم و این در قسمت دیگه شه هم دایرکت سلکشن تول میگیریم، هر دو پوینت انتخاب میکنیم و اینا رو با همدیگه الائن میکنیم و اینا رو ببینین این پوینت ها با همدیگه الائن نیست، این کلش میگیریم و اینا رو horizontal align میکنیم و خوبتر شد. خب بازم اردوش من انتخاب میکنم و اینا را میخوایم که با هم دیگه یکی کنم. خب اردوش یکی ساختم. خب من یک مقدار دیگه میره اینا را خرد میکنم از دو بغل. فکر میکنم که بله بسیار خوب. خب بسیار خوب شد. دوباره من یک مقدار دیگه بالا میبرم، باز فاصله از اینه و یک جایی به دست میاریم. خب حالا یک کار دیگه هم مانده، این قسمت بالایش مثلا یک قسمتش کلاهک راکت است، او قسمت باید جدا شه. پس به او خاطر من از این قسمت من میرم یک رکتانگل تول میگیرم، یک چیز دیگه کریت میکنم و اینا رو ببینین فاصله از این بسیار زیاد مهم است. مثلا این چقدر زیاد باشه، من میخوام اینو کات کنم از این فاصله از این فعلا است صفر. خب نیم انچ، نیم انچ است فعلا، تقریبا نیم انچ. همین نیم انچ فکر میکنم خوب است. خب ما این انتخاب میکنم
میام دایرکت سلکشن تول، بالا را که کلک میکنم، پایین را کلک میکنم و ایره یک میسازم. میایم و ایره از اینجا دلیت میکنم و این یک فاصله دیگه به وجود اومد. خیلی کلاهکش قسمت بالایش مثلا رنگ سرخ میگذارم. خب رنگای دیگر هم جور میکنیم. فعلا باشه. حال ببینید امین من انتخاب میکنم، تمام از این انتخاب میکنم و میخوایم 0.5 اینچ بر از این استروک بتم تا بتونم اینا رو ازش امین رقم دلیت کنم. بازم من این انتخاب میکنم، تمامشه انتخاب میکنم، تمامش انتخاب شوه، حتی هم کلاهک هم انتخاب شوه خودش. الاین بله سنتر یک بسرجت مهم بود. خب آل ما ایره باز انتخاب میکنم، بیرم در قسمت استروک، یک استروک مثلا خوب رنگ تیز آبی رو برش انتخاب میکنم و میگم که 0.5 انچ. بله 0.5 انچ بر ما داد. فکس نندازی مو از قسمتی که ما کات کردیم کلش میخوایم که باشه. این داله این فعلا 0.5 انچ تقسیم شده، نیمش داخل است نیمش بیرون است. من میرم در قسمت استروک و فقط کلش داخل میارم، نمیبخشین کلش رو میبرم بیرون، به خاطر که من از طرف بیرون میخوایم که کات کنم قسمت های اضافه از این سه پارت دگره. خب من عالمی انتخاب میکنم به خاطر که استروکش میخوایم که از این حالت خارج شم. میرم در آبجکت expand appearance، اینا را کل از این انتخاب میکنم، تمامش را کلش انتخاب میکنم و حال دیگه وقت پاککاری است. میرم shape builder tool میگیرم، اول ببینید داخل راکت ما رقم پاک شوه. باز در قسمت بیرون ببینید، قسمت بیرون تمام قسمت های آبی که است اینا باید از بین برن، قسمت های آبی کلش ببینید، قسمت هم است قسمت های آبی. بله یام رفت، تقریبا کلش رفت. خب ای و ای جدا باشد، سرش کلک میکنم، امور انتخاب میکنم و دلیت. خب ای چیزی که بر ما ماند، ای شیپ ما رنگش باید تغییر بتیم. یک طرفش مثلا من میگذارم زرد، یک طرفش هم میگذارم مثلا خب از رنگ های دیگه آبی و قسمت پایین ای که مثل آتشواری است ایده ما رنگش میگذارم پرپل یا این رنگ که دیگر که داریم، بخاطر که این رنگ کریتیویتی رو نشان میده و او خاطر. باز من این بادی رو دوباره انتخاب میکنم، رنگش کمک تیره است، از این حالت یک مقدار طرف سفید رفتیم و بله تا حالا جور شد. خب حالا یک دایره ایجا رسم میخوایم بکنم، یک دایره رسم میکنیم فکر در قسمت مرکز، یک دایره به این شکل رسم میکنیم. خب این دایره ما فعلا استروک هم داره و فعلا فلش اصول میکنیم، فعلا کار نداریم که داشته باشه. استروکش فعلا ماند، یک مقدار از این که خورتر میسازمش، یک مقدار خورتر. بله حال امیره من میرم در قسمت آبجکت و تبدیلش میکنم، اکسپندش میکنم. حال دوباره به می یک استروک میتیم، مثلا استروک 20 پوینت یا مثلا 20 پوینت هم زیاد است. خب برم 16 پوینت، 16 پوینت برش استروک دادیم. حال دوباره من میرم و ایره آبجکت در قسمت آبجکت میرم و ایره اکسپند میکنم. میخوایم قسمت های بیکاری از اینا رو باز دلیت کنم، باز تمام شیپ انتخاب میکنم. البته اول کل از یار باز من انتخاب میکنم، یک الاین میکنم که از پیشم کج نشده باشه، جایی مشکل نداشته باشه. باز که مشکل نداشت بادی انتخاب میکنم امروی از نمی دایره و حال من میرم شیپ بلدر تول میگیرم. چی میکنم ببینید، این زرد سبز که دیگه اصلا میخوایم باشه، ولی اینی باردارش رو میخوایم که از بین بره و تمام از اینا. خب بله چیزی را که جور کردیم دلیتش میکنیم. بله خب این شد شیپ ما و میبخشین مکمل همین دیزاین ما. حال ببینین عزیزا فعلا دیزاین ما قدر خوب معلوم نمیشه، چرا؟ بخاطر از اینکه بک‌گراندش زیاد تکسچر است. من تمام از این انتخاب میکنم، کنترل جی میکنم، میخوایم که بک‌گراند ما شیپ ما رو خراب نکنه، ولی بک‌گراند ما هم باشه، نمیخوایم بک‌گراند کاملا اوس کنم. پس اینجا یک تکنیک میزنیم، چه رقم میکنیم؟ من میرم باز این دفعه یک دایره رو میگیریم، یک دایره و این دایره ما رو یک گریدینت برش میخوایم بتم، گریدینت. خب دایره ایجا هست، من میرم اول قسمت
رنگ ها بر از این یک رنگ گریدینت میتونم، بعد از او گریدینت ما فعال میشه میتونم میره استفاده کنم. خب گریدینت ما آمد، ما چی میکنم؟ گریدینت ما چیزای بیکار ازش پاک میکنم، فقط دو رنگ دهش میگذارم و ایره هم ایره کمی مانم. حال میرم در قسمت در بخش پراپرتیز، در ویندوز پراپرتیز پینل ما پیدا کنم کجا گذاشتیم. پراپرتیز برای پراپرتیز آمد. خب حالا چی میکنم؟ ببینید ما از این قسمت میایم و رادیال گریدینت انتخاب میکنم و وقتی انتخاب کردم میخوایم که قسمت نارنجی رو مکمل آباستیش کم کنم. پس چی میکنم؟ در قسمت ببینید ما در این سه نقطه رو کلیک میکنم که این آپشن های دیگه بر ما بیاید. حال ببینید زرد اول انتخاب میکنم. زرد باید که باشه ولی رنگش از زرد به سفید تبدیل شود. یعنی اینجا ما رنگ کار داریم ولی رنگ سفید کار داریم. خب باز این دفعه چی میکنیم؟ حجور شد. این دفعه سرخش انتخاب میکنم. سرخش میخوایم که به سفید تبدیل شود ای هم، ولی با یک تفاوت که میخوایم اپستیش هم صفر شود به این رقم. خب اینجا ما هنوز هم رنگ سرخ خود داریم. باز مسترده کلک میکنم رنگ سرخ ما میخواییم که سفید باشه. بله این حال صحیح شد، رنگ سرخ ما سفید شد. دیگه کدام چیز سرخی در اینجا معلوم نمیشه بر من. امیدوارستم که دیگه سرخی نداشته باشه. نه خیلی نه، هیچ سرخی در اینجا معلوم نمیشه. پس این چیزی که جور کردیم دوباره در قسمت لیرز میریم ایده ای بالا فعلا من اینو میارم در زیر امی راکت خود قرار میتم در قسمت لیر ها و میارمش در اینجا. خب باید که تا کل چیزش رو انتخاب کنیم. بله این رقم بیارمش باید فعلا در قسمت پایین است. میره میگیرم و دوباره میره کلانتر میکنم یک ذره و به خاطر از اینکه اتم ازش بیرون نبره مزاحمت نشه بازی رو میرم و در قسمت بک‌گراند که داشتیم در قسمت بک‌گراند ما فکر میکنم که بله اینجاست. اینو میرم در قسمت بک‌گراند خود اضافه میکنیم ولی در سر دگاهش. خب من قلب شوال باید واس کنم، بعد از اون میتونم میره بیارم در یک قسمت قرار بتم و هنوز هم میره سلکت کردیم و میرم بازم در بخش پراپرتیز ازی و میخوایم که یک مقدار دیگه اپاسیتی ازی را تغییر بتم، زیادترش کنم. خب ببینین این قسمت ما داریم صفر اپاسیتی و اینجا ما داریم 100. امی که صفر است امیره من میبرم از صفر میبرم به 20. بله ببینین انوس هم خب بسیار خوب شد، اپستی ما کم شد در این قسمت. ببینین سفیدی بسیار کم شده ولی در کل صفر نشده و ما نمیخواستیم صفر هم شده، فقط میخواستیم که یک مقدار توجه در شیپ ما زیادتر باشه. خب این بود دیزاین که داشتیم. خب رنگ ها مقدر به دل ما نیست فعلا. خب خیلی اگر رنگ ها رو تغییر میتیم، مثلا ما میخواییم که اینکه سبز است این ببرم بنفش و ای که بنفش است ایره میخوایم ببرم به زرد، چون زرد رنگ آتش داره و ای که در این قسمت است. خب ایره میتونم رنگ سرخ برازی بتام، رنگ سبز برازی بتام و رنگ آبی را در قسمت کلاهک. بله حالا فکر میکنم که بهتر شد. بله و همین چیزی است که ما در خود کابل کایت هم این رنگ ها استفاده کرده بودم. خب این دیزاین است که ما دیگه داریم. در کنار از این حالا ما این رو میخواییم که الائن کنم، الائن هوریزونتال و ورتیکال کاملا در مرکز است. این حالا بعدی تکس هایی داریم که ما ضرورت داریم اونا را همینجا بیاریم. من تمام از اینا رو لاک میکنم و حالا روی تکس های ما کار میکنیم. خب فکر میکنم چیزی که لاک نشده چی است، کوره هم لاک کنم. بله کلش رو لاک کردیم. این حالا بعضی تکس ها رو ما ضرورت داریم که اونا رو در اینجا باید بیاریم. خب اولی که در قسمت بالا ما نشته میکنیم We are an international design studio. پس من میرم تکس طول میگیرم و در این قسمت میایم و میخوایم تکس خود نشته کنم. خود فعلا تکست ما بسیار سایزش خورده است. من تمام از اینا رو دلیت میکنم، سایز تکست ما رو کلان میکنم، میارم 72 و اینا رو نشته میکنم. وی خب فعلا انگلیسی نیست، باید از سر نشته کنم. وی اپرکیس وی آر ان انترنشنال دیزاین استودیو.
خب اینو نوشته کردیم، اول مکلش انتخاب میکنم، اولی که میرم در قسمت فونتس و فونت پاپین انتخاب میکنم، چون شما میفهمین که ما در متن کاولکایت از پاپین استفاده کردیم. حال ببینیم، وی آر ان انترنشنال دیزاین استودیو رو باز انتخاب میکنم و ای از 10 اینو میبرم در بولد و ایره به خط دیگه هم میبرم. باز وی آر ان انترنشنال انتخاب میکنم، فیلن 10 است یعنی زیاد باریک است. میرم اکسترا لایت انتخاب میکنم، ببینم که اکسترا لایت چطور است. بله اکسترا لایت بسیار خوبتر است. باز فونت ما تکست ما جور شد، ما یک تکست که در پایین قرار را جور کنم، پس همیره کپی میکنم در اینجا میارم و این تکست ما که در اینجا است میره انتخاب میکنم، میرم در object expand. بله اکسپاند شد. حال ببینیم تکست که در پایین سیر انتخاب میکنم و ایره کلان میکنم اندازه خط بالا. حال کلش انتخاب میکنم، رنگش از سیاه تغییر میتونم به رنگ دارک که ما در برند خود داریم و حال اوورال تکستش کلان میسازیم، یک مقدار پایین تر میاریم و میریم در الائن. بله در مرکز دیزاین ما الائنش ساختیم و در پایین ما یک تکست کاپی کردیم، باختر قرار است یک چیز دیگه نوشته کنیم. خب نوشته میکنیم که اینجا نوشته میکنیم وی خب عرف کلان وی help you boost پایین میگیم your business we help you boost your business. خب بازم امی تکس انتخاب میکنم، object expand و در اینجا قسمت پایینه کلش انتخاب میکنم و ایده ام قد قسمت بالا میسازم. باز اوبرال کلش انتخاب میکنم، میرم در رنگ ها، رنگ که داریم رو انتخاب میکنیم و سایز از ایده کلانتر میسازم. بله حال میبینین میخوایم که ای و تکست که در بالا داریم میخوایم که هر دویش هم اندازه باشه، پس من ایره بالا میبرم یک مقدار تا که در پالی ازی بانم شه. بله میبینین ایرم کلانتر ساختیم، بسیار خوب کلش انتخاب میکنم، آلاین هم شد، تکست در پایین قرار میدیم، ای تکست را در بالا و یک چیز دیگه در قسمت پایین قرار است نوشته کنیم، وبسایت ما رو نوشته میکنیم. دوباره میریم تکست تول نوشته میکنم www. خب حرفای خرد باید باشه .cobblekite.com Ctrl A پاپین است از پاپین میریم در پاپین میدیم یا در پاپین ریگولر، در پاپین ریگولر میریم و ایرم در object expand رنگ سیاست، ایره هم من میرمم رنگ برند ما رو انتخاب میکنم. بله در قسمت پایین قرار است باشه. بله این شد وبسایت ما و وبسایت ما تنها قرار نیست چه باشه، ما یک دیزاین داریم که در کابلکایت ما جور کردیم، سه دانه نقطه قرار است استفاده کنیم، سه دانه نقطه که فاصله هایشان از هم دیگه مساوی باشه. ببینید ما یک چیزی است که خاص از کابلکایت است، دوستایی که دیزاین میکنن یعنی ضروری نیست که شما متنی را استفاده کنین، ما یک چیز داشتیم. خب سه تا نقطه جور کردم. بله این هم تک مثل یک ایدنتیتی است که ما ایر از وقت جور کرده بودیم و بسیار جایی را استفاده کردیم و هر وقت اینا را به رنگ های متفاوت ما استفاده میکنیم. البته رنگ دارک ما را نمیگیریم هیچ وقت، داشت رنگ های متفاوت دیگه ای که داریم مثلا اونا را میشه داشت انتخاب میکنیم. من فعلا این سه تا رنگ انتخاب کردم، در سیش انتخاب میکنیم کنترل جی و حال کل چیزی که داریم کلش انتخاب میکنم و الائن. خب عزیزا ای بود دیزاین امروز ما، امیدوارستم براتون مفید بوده باشه، یک چیز جدیدتر بود، یعنی دفعه اولم بود که در چینل من استن رول اپ دیزاین میکنم. دوستایی که مشکل داشتن امیدوارستم براشون مفید واقع شده باشه. شما ضرور نیست حتما در دیزاین هایتان مثلا شیپ ها و رنگ های بسیار زیاد استفاده کنید، ببینید یک چیز ساده است، شاید بعضی دوست داشته باشن شاید بعضی دوست نداشته باشن اما یک خوبی که داره که از سکرچ کلش خودمون دیزاین کردیم
و بسیار جا سمپل است، پیام ما رسیده میشه، لوگوی ما دو است، بگراند ما دو است، چیز بیروبار و پر نیست و امی خوبیش است، امی سادگیش است و امی پروفیشنالیزم ما را نشان میده. و منتظر کارهای شما از دان هستم، چیزی که دیزاین میکنین در گروپ افغان گرافیک دیزاینرز پوست کنین و دوستا ویدیو را با دوستانتون در اشتراک بگذارین و مرا در سوشل میدیا میتونین به نام اسمت اگر پیدا کنین در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب مرا هم فالو کنین. دوستا عزیز، تا ویدیوی بعدی، تا دیزاین بعدی، وقت خوش میخوایم براتون. خدا نگهدار شما.